آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در آستانه روز پاسدار در ایران در برابر جمعی از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنرانی کرد. آقای خامنه ای در این سخنرانی سپاه را شجره طیبه ای خواند که به گفته او بنا به ضرورت زمان تغییر شکل می‌دهد. یک زمان در خیابان‌های شهر از نظام حاکم دفاع می‌کند، یک زمان به جنگ می‌رود، یک زمان به فعالیت‌های اقتصادی رو می‌آورد و اکنون هم در پی آمادگی برای مقابله با کشورهایی است که رهبر جمهوری اسلامی آنها را دشمن ایران عنوان می‌کند. آیت الله خامنه ای در سخنرانی امروز خود برای نخستین بار بر واقعی بودن تهدیدها علیه جمهوری اسلامی تاکید گذاشت و علی‌رغم سخن هفته گذشته محمود احمدی نژاد که تحریم‌های بین‌المللی و پیامدهای آن را به سخره گرفت چنین گفت: حالا افتادن مثلا به خیال خودشون به جان ایران قطعنامه صادر میکنن. خب از اون طرف قطعنامه تحریم، از اون طرف بیانات به ظاهر رنگین، از اون طرف هم گاه گاه تهدید به کارهای سخت، تهدید به حرکت نظامی. خب جمهوری اسلامی البته بلا شک باید برای همه شرایط بیدار باشه. من به شما عرض میکنم و به همه دستگاه های دیگه، ما برای حفاظت از انقلاب و حفاظت از منافع مردم و حفاظت از این کشور هیچ نقطه ابهامی باید باقی نگذاریم. همه کارهای لازم باید انجام بگیره، برای همه شرایط باید آمادگی باشد. ما چه این تهدید پوشالی باشه، چه ظاهرسازی باشه، چه جفسازی باشه، چه واقعیت باشه، ما باید برای همه شرایط آماده باشیم، چه در زمینهای اقتصادی، چه در زمینهای نظامی، چه در زمینهای سیاسی که عمده تکیه اونها هم رو زمینهای سیاسی است.